سلام دارم خدمت تمام شما خواهران و برادران و عزیزانی خودم. افغانای عزیز، امیدوار هستم دو روزی که نبودیم حال همگی شما خوب باشه. عزیزان دل، خواهران و برادران بسیار عزیز و نازنینم، امیدوار هستم هر جای دنیا هستید در پناه خداوندی یگانه باشید. عزیزان ترسیدم گفتم ریموت پایین افتاده از پشم گل نشه. خب سلامی دیگری دارم خدمت تمام فارسی زبانای عزیز در سراسر دنیا، امیدوار هستم هر جای دنیا هستید عزیزان دل، خداوند یار و نگهدارتان باشه. خب افغانای عزیز، خواهرها و برادران خودم، تشکری میکنم از کامنت های بسیار زیبای شما نازنینا که در ویدیوها ویدیوهایی که چند روز انداخته بودم از تحفه هایی بود که بر ما آمده بود و از عزیزان دل از خرید بود. تشکری میکنم از کل خواهرای نازنین و عزیز خودم. فرزانه جان نازنین، خواهر دوست داشتنی ما، فرزانه جان و سرایا جان عزیزان، سهیلا جان، زینب جان عزیزان، تمامشان نور چشم ما هستین، در قلب ما جای دارین، دوستتان دارم. وقتی میبینم کامنت های شما را خیال میکنم شما با ما دارین گپ میزنین. اینقدر باور کنین خوشحال میشم وقتی میبینم که ویدیوها را دیدین، بعضی جایی هم شیر کردین، بسیار بر ما انرژی میتین عزیزان دل. و ویدیوی خواهر ما را که برای روز مادر بود که مانده بودم، تشکری میکنم از یکایک شما که بسیار کامنت های خوب کرده بودین. خواهر ما از ما تشکری کرد، میگه که هیچ باورم نمیشد که قدر خواهر و برادر داشته باشم، که حتی یک برادر ما گفته که اگه این خواهر مرا در فرزندی قبول کنه ما میخواییم بچه اینا شوم. تشکری میکنم از شما برادر مهربان و عزیز ما که قدر قلب پاک داری که دلت به درد آمد و خواستی جای بچه های بچه خانم شوی، و همچنان خواهرای دیگه ما که هر کدامش از ما شماره تلفنی خواهر خواسته که ما میخواییم باش گپ بزنیم. خواهر زن دل، گفته بودین که بعضی هایتان که در کجا هست در کشور فرانسه زندگی میکنه و شهرشان نمیگم چون خوب نیست، نمیخواییم برای دخترهایشان خدای نکرده باعث شرمندگیشان شود. شما خوب میفهمید که ما افغانا برای نشان دادن و برای آبرو بردن درجه یک هستیم در دنیا. اقدر ما اگر بخواییم که بعضی های ما دور از خوبای ما باشه خود ما را خوب نشان بدیم تا میتونیم یک دیگر را در سرش میزنیم که بانکی را نبینه ما را ببینه. این ما افغان ها عادت ما هستم عزیزان دل. خب عزیزان، امروز آمدیم یک داستان دیگر با شما شریک بسازم، یک داستان خواهر دیگه ما را که عزیزان دل امیدوار هستم که داستان ببینید و نظریات خودتان دربارش نوشته کنید. خب عزیزان دل، البته نگفته نمانه که اما دوباره قرار است که امروز بروم یکم خرید کنم، خریدی برای عمام دخترم که در آپارتمان خودش رفته و ما میخواییم یک مقدار لوازم حمامش بروم امروز برش بخرم. البته همه چیزایش خودش جور کرده و ما پیش از اینکه داستان شروع کنم میره گفتم براتان بگویم، باز بر شما نشان میتم. کسایی که خیلی زور میتن میگم ما نمیخواییم ببینیم، یال پیش از پیش گفته باشم ویدیو بعدی ما شاید درباره امو باشه لوازم حمام نشان میتم. عزیزان دل، یعنی میخواییم که برای شما هم نشان بتم که چی چیزایی را ما برای حمام دخترم خریدیم و شما هم میتونین از امو جایی که من خریدم بخرین. قیمتای من جای قیمت بای نمیخرم، از جایی میخرم که مناسب باشه. البته اگه کسی نخواست نبینه عزیزان دل، بد و بردم نگین، اگه بگو اینم خب من در قصهش نیستم، باز میترسم خدای نکرده در بین دو تا خواهرها کدام یگان چیزا پیش بیه.
خب نازنینا، خواهرای دوست داشتنی، ما براتون گفتیم اگه ما در سوشال میدیا دیگه هر چیزی نو بخرم براتون نشان میتم. اینی خواهرانه براتون نشان میتم که شما میتونین از امو بخرین. خب بان داستان تعریف کنم که بعضی ها عزیزان دل بسیار جگرخون میشن که سارا جان داستان شروع کن. خب عزیزان دل یک چیز براتون نشان میتم، کامنتی از خواهر ما هست یا برادر ما، هر کاری کردم نتانستم بخونم، نمیفهمم در چی زبانی هست. خدا کنه شما بتانین بخونین، ولی بر من گفته که قسم داده مرا گفته لطفاً دما جواب بدی، ولی وقتی خوانده نمیشه برادر یا خواهری عزیز من نمیفهمم در چی زبانی نوشته کرده. فارسی هست عزیزان، ولی نمیفهمم که چی گفته. ناموش ردی هست، نمیفهم چی هست عزیزان. هر کاری کردم نتانستم بخونم و چند جای هم همی کامنت تکرار کرده. خواستم اگر شما میتونین بخونین امیر دما بگوین که امینا چی خواستن، که کدام پایانش گفته، که امیدوار هستم که جواب مرا بده. خواهر جان نازنین موفق باشی. نمیفهم درباره چی هست. خدا کنه که شما، خودم نتانستم بخونم، گفتم شاید بعض جایش خوب، البته ما زبان ما زبان دری، خوب میتونیم فارسی رو بخونیم عزیزان، ولی بازم ده کسایی که بسیار زبان دریش خوب بود ده اونا نشان دادم، گفت ما نمیتونیم بخونیم. خب امیدوار هستم که شما ببینین، اگه تانستن بخونین. بعضی ها مرا میگه، خواهرای ما میگه کامنت های منفی را نخوان. من نمیخوانم، ولی بسیار تاکید کرده بود، یک جای دیگه قسم داده بود مرا که لطفاً لطفاً پلیز قسمت میتونم که امیر جواب مرا بگو، که نمیفهم درباره چی گفتم. خب عزیزان دل، امروز داستان دیگری دارم از خواهر زیبای ما که در جرمنی زندگی میکنه. عزیزان دل، داستانش بر ما فرستاده و من با شما شیر میکنم. میگه من دختری هستم، دختر کلان پدر و مادرم، که در ایران متولد شدم و بعد از اینکه من 18 سالم بود ما رفتیم افغانستان و من در ایران عروسی کردم، که یعنی من تقریبا عبده و نمیفهم چقدر بود که ما عروسی کردیم. من در 18 سالگیم رفتم، اینی عبده ساله بوده، بعض وقتا نه بعض وقتا نگین چی گفتی عبده چی 18 چی نونو چی 18 سالگی میگه رفتم افغانستان. در این منظور رفتم که در افغانستان یک زندگی ما و شوهرم برای خود ما جور کنیم، یک زندگی بسیار عالی، چون شوهر ما فلز کار بود. فلز نمیفهم عزیزان چی است، در تلام میگه فلز. فلز کار بود، ما خود ما خیاطی ما بسیار خوب بود، عالی بود. گفتم میریم دو نفره کار میکنیم، برای خود ما خانه میخریم، جای میخریم، زندگی میکنیم، اولادای ما اونجا پیدا شوا. چون من خسته شده بودم از مهاجرت، شوهرم هم همچنان. وقتی که ما رفتیم در افغانستان یک 3-4 سال را شوهرم کار کرد و من خودم هم خیاطی میکردم، ولی افغانستان بسیار ناامن، اینا کابل بودن، کابل برای ما بسیار ناامن بود. هر روز که شوهرم سر کار میرفت من تا این میامد میترسیدم که خدای نکرده کدام انتحاری چیزی برابر نشوه که ما بی سرپرست بانم. مشکلات خودش را داشتیم ما، ولی من تلاش میکردم که مشکلات را برطرف کنم. ما بسیار از یک خانواده خوب تربیت شدیم، خانواده ما بسیار، پدر ما بسیار آدم صالح بود، مادر ما همچنان. ما سعی میکردم تا جایی که بتانم شوهر ما درک کنم، و شوهر ما کت ما بسیار خوبی میکرد. بعضی وقتا داشت مشکلات در خانه، کم تنخویی میکرد که تو مرا آوردی از ایران، تو آوردی، اگر تو مجبور نمیکردی من نمی آمدم، ممکن است اینجا وردی ما نتانیم هر توی ما کار کنیم. یک روز من برش گفتم که همه مردم بسیار میره طرف خارج، بیا ما اوتان بوریم
از یکان کشور دیگه بودیم، از افغانستان بیرون شدیم. میگه اول قبول نکرد، بعدا چند روزی البته فکر کرد، یک روز نمه گفت من سر گبای تو بسیار فکر کردیم، بیا میریم. میگه ما تمام جز و جهاز و اساس ما را از ایران آورده بودیم که هنوز قیدیگه هم در کابل در سرش خریدیم، زیادتر شد. اینا را کلوش در فروش ماندیم، بسیار در قیمت پایان سودا کردیم و یک مقدار پیسه هم داشتیم، یک مقدار طلا. ما و شوهرم ویزای ترکیه را گرفتیم، ما رفتیم ترکیه. و ما که وقتی ترکیه رفتیم، ما از افغانستان که رفتم یک چند ماه حامله بودم که هیچ نشان ندادم، این دو ماه بوده البته خورد بوده که ما نشان ندادم. وقتی در ترکیه که رسیدیم، بعد بچه ما در ترکیه پیدا شد. که بچه اول ما در ترکیه پیدا شد، ما در ترکیه ماندیم یک 3 سال، در بلال متحد ثبت نام بودیم و ما را هیچ جایی روان نکرد. و شوهرم گفت نمیشه که اینجا بشینیم، مردم بسیار افغانا قچاقی میره، بیام اوتام قچاقی خود ما را در آب اندازیم و بریم. تا ما در ترکیه بودیم، ما 3 تا خواهر دارم، از خود یک برادر دارم، هیچ کدام اونا نامدن. وقتی که ما از ترکیه بر آمدیم رفتیم طرف یونان، من کاتینا در تماس بودم همیشه در ترکیه هم در یونان هم. وقتی که ما یونان رفتیم، اینا خواهرای ما آمدن و فامیلم برادرم کلشان آمدن ترکیه و ما از یونان از اینا زودتر ما رسیدیم، در خود ما را رساندیم جرمنی، که ما در جرمنی آمدیم و 1 سال ما تقریبا کمتر در کمپ تیر کردیم که من فعلا صاحب 3 اولاد هستم در جرمنی. که البته اینا چند سال میشه رفتم، میگم ما چند سال هستیم در جرمنی، که فامیل ما خواهر و 2 تا خواهر ما فعلا یکش در ترکیه هستن و 2 تای دیگهش آمده یونان، که در همون یونان قبولی یونان گرفته و در همونجا با برادرم هم هستن. اینا هر کدامشان عروسی کردن، اینا در یونان هستن. و خواهر ما که خواهر کلانتر ما هست، که یعنی از ما خردتر است و از دیگرها خواهرها کلان است، بسیار روزگارش خراب است در یونان، که ما 2 بار تا حالا رفتیم دیدن اینا و هر دفعه هم که دیدن این میرم، این را میگم از شوهرش جدا، از شوهر جدا شو، و این میگه اگه من جدا شوم اینجا چی کنم، چطور زندگی کنم. خواهرم 1 دانه اولاد هم داره، شوهرش هر رقم خیانت برش میکنه. من امروز داستان خودم بر شما فرستادم، که یعنی اصلی داستان خواهرم هستم. خواهر جان سارا، من حیران ماندم که چی کنم، چون من خواهرای من بسیار دوست دارم، من نمیخوایم که مرد عیاش وحشی خواهرم نانی ربخته کنه یا دیگه ربخته کنه. این مردکه در یونان که هر زن جور میشه او را پس اعلام میکنه، که دیگه جور میشه. خواهر ما از بی کسی و تنهایی کتی مانده، بیادر امام هست و خواهر دیگه امام هست. میگم طلاق تا بگی برو پیش بیادرم برو. میگه نه، بیادر زنش بد است، من نمیتونم که تو زندگی کنم، من همین جمعشنم در میونان، چاره دیگه ندارم، یک اولادم دارم. میگه شوهر من مرا میگه که خواهرت کمک کن، هر رقمی که میتانی خواهرت کمک کن، خواهرت بیار پیش خودت و تو میفهمی که اونا در کمک تو احتیاج داره. شوهر من بسیار یک آدمی خوب هست، یک آدمی بسیار، اولای زندگی ما یکم بین خود مشکلات داشتیم ولی حالی نداریم، مرتب بر ما تحفه میخره و برای اولادام همچنان یکان سالگیری من میشه، دیگه میشه میره ما را میبره بیرون و بر ما هدیه میخره، اولادا را میگه بر مادرتان تحفه بخرین، خودش میخره در اولادا میته. شوهر ما بسیار آدم خوب است، ولی شوهر 2 تا خواهرایم که در یونان است مثل سگ وحشی و بد اخلاق و بدخوی هستن. خواهر سارا لطفا در ویدیو نامی از خواهرم نبر، ولی بگو که طلاقتان را بگیرین، در میدان نمیمانین. اگه خواهرم طلاقش بگیرم، من مطمئن هستم که دولت یونان خواهرم را ساپورت میکنه، ولی خواهرای ما بسیار بی عرضه هستن، هر دویشان اینقدر اینا بی عرضه هستن، حتی وقتی که شوهرش لط میکنه ای را در من نمیگه، میگه اینا رو بگوی می قال مقال میکنه در سر شوهرم و باز جنگ ما دوباره بر میشه. شما را، من ویدیوهای شما را میبینم، بسیار زنها را پند و نصیحت میکنین که
سعی کن از خودت دفاع کنی. و ما با شوهرم یک جایی میشینم، ویدیوهای شما رو میبینم، بسیار خوش ما میایه. شوهرم یکان دفعه میگه چی یک زن قهرمانی هست. ببینید چیزایی که میگه هیچ کدامش دروغ نیست، راست میگه. میگه ما باور به خدا کنین شوهرم هیچ وقت مخالفت نمیکنه که ما ویدیوهای شما رو میبینم. ولی خواهرای ما که در یونان هست، یکش موبایل داره از ترس شوهرش نمیتونه ببینه، و یک دیگهش که همی که من میگم که خوردسته اینمی حتی موبایلم نداره. من یکان دفعه میگم که چی تو زندگی هست که من دفعه باید برای تو زنگ بزنم، تو شوهرت باشه که من در شوهرت زنگ بزنم. میگه که خب چی کنم، یک رقم موبایلکا داره که او نه یوتیوب میگیره نه او چیز دانلود نمیشه. و من یک بار برازی دفعه اول که رفته بودم برازی موبایل خریده بودم از همونجا. وقتی که ما آمدیم شوهرش موبایل خودش گفته گم شده یا پیشی گفته یا واقعا گم شده بوده. خواهرم گرفته همون موبایلی که من برش داده بودم، همون را در شوهرش دادم که من هنوزم دمو زنگ میزنم و کتمو داشت کتی گپ میزنم. نمیفهمم خواهر جان چطور کنم. همیشه اشکای خواهرم در پشت دستش هست. از بس که ای را آزار اذیت میتای دیوانه ها وری شده. شوهرم رفته بودیم با هم، میگه شوهرم طرفی دید گفتی چی قسمی او خواهر دوریش نیست، چی یک دختری نام خدا یک دختری بود که ما هر کدام میدیدیم میگفتیم چه دختر نام خدا اوشیار و فامیده ای چه تو شده. میگه وقتی که شوهرش از در میای سر دسترخان، یعنی دو چشمش یک طرف شوهرش هست یک طرف ما میبینه که نمیفهم میره چی میکنه در خانه. و یک روز ازش پرسان کردم، گفتم دمه بگو هر مشکلاتی داری. گفت خواهر جان کتی هر زن دوست میشه، یعنی میگه یقی ما و بچه مره در مردم دیگه میته راضی نیسته که ما بخوریم. میگه برش گفتم چرا جدا نمیشی؟ دگیریه شد که اگه جدا شدم بچه ما بگیره چی تو کنم. گفتم خب بچه تا نمیتونه بگیره، اینجا اروپا هسته. باز گفت که من کجا شوم تنها؟ گفتم برو پیش برادرت برو. گفت نمیتونم پیش او برم، او زنشه تو هسته، پیش خواهرت برو، او نمیشه، او از ما بدتر هسته. میگه ما هم کارهایش را انداختیم ولی نمیفهم که تا چند سال من او را میتونم دعوت کنم، چون او یک اولادم داره. ولی منظور من این هسته که امروز داستان رو برای شما روان کردیم که در این باره گپ بزنین، زنا رو بگین از خودتان دفاع کنین و زیاد ظلم تحمل نکنین. تشکر میکنم خواهر سارا که داستان ما رو گرفتی. خب عزیزان دل، از این رقم دختران ما زیاد داریم، از این رقم زنا که هستن از خودشان نمیتونه دفاع کنه. در سراسر دنیا عزیزان دل، حتی در افغانستان، ایران، پاکستان، هر جایی که هستن اونمو تو هستن و هستن و هستن تا میمورن. چی میکنن اینا؟ این همین مردکو اگه یکم بد بود اینا بردی اینا دو برابر میشه. خیال میکنه تمام زنها مثل زنی هستن. باز ده تو میگه، ده من میگه، ده این میگه، یک زن که گپ زد میاین سرش گپ میزنه. اینا را کی همه تو کدر اسوا؟ ما زنها. اگه ما از خود ما مواظبت کنیم هیچ وقت اینا قدر اینا در خودشان اجازه نمیتن که در سر زنش بره، از زنای دیگر هم پیدا کنه کتش عشق و حال کنه و بیاید در خانه ای رو ملد و کوب کنه در اروپا ولی جایی. البته من کسایی رو میشناسم که در جرمنی و کانادا و اینمی امریکا هم هستن، به خدا این هم اینجا هم هست. چون اینا از خودش دفاع نمیکنن خب کسی نمیتونه. مثال یک همسایه ما افغان است، شوهرش میزنه، من برم درش آواز کنم که خواهر چی شده، در روی من بسته کنه که خواهر سارا تو چی کار داری، شوهرم هستم، ایرا کی کمک میتونه؟ این نمیتونه. این هم اینا بعضی هاشان دور از جان به خدا گوسفند هستن، گوسفندی گوسفند هستن. چی میگم؟ مرگم یک بار، شیبانم یک بار. آدم چقدر زندگی میکنه در افغانستان؟ اینا همی مردای افغان دور از خوبایش باشه عزیزان دل، شماها خوبا را نمیگم، یک وقتی میکنک نکنه خودتانه. در افغانستان قدر جنایت میکنه این همی مردا، قدر جنایت میکنه به خدا، یک زن در پیش اینا تیکه تیکه قیمه قیمه شوه اگه اینا دلش بسوزن. من دیده بودم زنی را، البته از فامیل ما نبود، در فامیل ما قدر
ظلم کسی نمیتونست بکنه، چون زنای ما مثل ما زیاد بود، رفته پیشش استاد میشدیم که چه میکنی. یکی بود در همسایگی ما که از قوم ما نبود، بیگانه تر بود، به خدا شویش میزد، خوی چیر میزد که چرا میزنی، یه وار میزد، میگفت زبان نکو میزدی را، مثل مشکی که اینمو تو بزنی چی تو زنده میماندی را من نمیفهمم. اینا در افغانستان اینی قد ظلم میکنن، وقتی که آمدن در خارج باز هم ظلمش ادامه دارن، ولی توی خواهر من تو چرا تحمل میکنی؟ بعضی هایشان میان در سوشال میدیا نوشته میکنه در کامنت، میگه که در هر خانه مشکلاتی هستی که نمیشه که طلاق بگیری، مردا میگن، یا بعضی جای زنان میگن، قدر زنای چاپلوس داریم که تا دلتان بخواید چاپلوس و حسود و اینم چی میگه بیغیرت، قدر داریم که تا دلتان بخواید. باز چی میگه؟ میگه در یک لط کردن یا مثال یک دو زدن که نمیشه در او طلاق بگیرم. برادر اگه تو واقعا انسان باشی، تو واقعا یک آدمی باشی که درک و فهم داشته باشی، مگه یک زن حیوان است که تو بزنی که او کت تو بسازه، یا یک زن برده تو هست که تو دو بزنی او بشینه، او بشینه بگه ها خیر است شوهرم هستم، شوهرش نباشه، به شوهر قیامت برین. به خدا اینم مجردی یک دنیا میارزه. مجرد بعضی هایتان باز دو نزنین که چرا تو میگی زنای ما را، مجردی یک دنیا میارزه. البته ما ممنونی همین مردایی هستیم که ما را در این خوبی رسانده، در این خوشی. چطور؟ اگه اینا قد ظلم نمی کردن، ما حالی مسارا نبودم و یا تو سهیلا یا تو سمیرا یا تو فرزانه یا تو یک کس دیگه. اینم اینا همو تو کردن که ما امروز میتونیم از حقوق دیگرای ما دفاع کنیم. ما مجردی را مدیونی کی هستیم؟ مدیونی همی کودنایی که قدر ماها را ندانستن و ما آمدیم یاله برای خود زندگی میکنیم، برای خود گپ میزنیم، برای خود میخوریم، کالا میپوشیم، آرایش میکنیم، میگردیم، درس میخوانیم، کار میکنیم، کس نیست بیایه بر ما نوشخار کنه که چی میکنیم روز، کسی نیست بر ما بگویه نوشخار کنه که نمیتونی کت مادرت گپ بزنی، کسی نیست بر ما بگویه که غور بزنه چی بخدا کده. ما این مجردی و این خوبی را مدیونی این همی کودنایی هستیم که امروز هم در سر زنها ظلم کرده مانده. به خدا یک چیز براتان بگویم، ما مردای افغانستان گوش کنین، این همی شماهایی که زنایی را از دست دادین، مثل همی خواهرای ما که حال فعلا در کل جای هست، یکش نمونهش خود من، شماها ده تارم که تیر کنین ده تاره بازم گریه میکنین، میگه وای فلانی، ای کاش گوره نمیخوردم، ای کاش اشتباه را نمیکردم. لخگای درگاهی همی خواهرای مکی حال هست، شما میده میکنین که لطفا مرا ببخش، لطفا ما اشتباه کردیم، اشتباهتانم میفهمین، ولی اینا دیگه شما را نمیبخشن، اینا دیگه اون زن قبل نیست که تو بیای بگویی که شروع نمک ندارم، یا مثال ای چی تو پلاو است که پخته کرده، درد بخوری، زهر ما را بخوری تو، که تو اگه هر نزنی امون روز بشینی خود تو پلاو پخته کنی، خانه را جمع کنی، زن تو در خودش برسه، برای تو بهشت هم اینجا هست، این هم اینجا میتانی بهشت جور کنی، نه که بشینی بوموری در صد خفت خاری منتظر او هورا باشه که معلوم نیستن اونا جن هستن، اونا بلا هستن و تو لوج لوج که چی هستن که تو در آرزوی همچین هورایی هستی. هور اونم زن تو هست، اگه تو بخوای آدم شوی بهشت خانه تو هست و اونمو هوری که تو آرزویش داری اینمی زن تو هست. و برادر افغان نکنین این کارا رو امرای زنا، بدی نکنین، ظلم نکنین. برادری که زن داری میری کتی یک نفر دیگه دوست میشی، میگه خوب
هر غذا یک مزه خودش داره. او غذا ممکن است فشار تو رو بالا ببره، غذایی که تو میگی هر غذا مزه خودش داره. همی غذایی که برای تو پدر مادر تو آماده کرده همینه بخور، پای تو از گلیم دراز نکو. مرده که کودنی که خواهرش ما داستانش یال خواندم، حتما ویدیوی مرده کدام جای میبینی. مرده که تو زن داری در یونان هستی، خب قبولی همونجا را گرفته، ماش میگیری نه میفهم سوسیال میگیری یا که کار میکنی، تو که دنیا و عالم بگردی تو مثل این زن پیدا نمیتنی. و هایا این فکر کرده که اگه این زن یک روزی چشمی باز شد و برا دستر تو همی کارا بکنه و تو چه حالت پیدا میکنی؟ برادر افغان من که البته میشرمم شما ها را برادر بگویم، زن تو بره یک نفره که از تو سنش کلان باشه برو پیدا کنه، بری 10 روپه 20 روپه 30 روپه همی دلار بگوی ها برای من خرچی نمیده. خب کی خوشش نمیه یک دختر افغانه؟ کی خوشش نمیه یک زن عاجز و مظلومه که تش خوبی میکنه زیر کار تا طلاق شکست تو گرفت خانهش میبرم و تو نمیترسی روزی شوه بچه تو در زیر دست کدام مرد دیگه کلان شوه که تو خوش گذرانی میکنی. اگر شماها خوشی رو خوش دارین، عشق رو خوش دارین و چی میگن در سوشال میدیا معیشه خود خوش دارین، زنا معیشت خوش نداره. زنا خوش نداره که مثل شما برو کتی گپ بزنه کتو گپ بزنه. از دست شما ها هست که نمی زنا در سوشال میدیا کتا هر کس لایف میره، فهمیدین؟ از دست شما ها هست که نمی زنا نمیتونه رسوا میشن. هر زنی که میایه در سوشال میدیا یا خودش لوچ میکنه یا کاری خراب میکنه یا مره در خرابخانه ها میره، پشت سر یکی بوده یک مرد گنده ای که مثل تو بوده، این حال رای تو رو انتخاب کرده. میگه ای که کت هیچ کس گپ نزد، چرا من نکنم؟ اینقدر زنا رو کم نزنین، اینقدر در زنا ظلم نکنین. بالاخره نه بالاخره دودش پس در چشمی کی میره؟ در چشم خودتان. وقتی که تو رسوا هستی اولاد نکنین. هزار یک رقم کارا برای مردا هست که اولاد نکنن. اول بسته کردنه، بعد پیچکاری هسته، بعد از گولی هسته، هر چیز هست که شما اولاد نکنین. شما چرا اولاد میکنین؟ او اولاد مظلوم ضعیف و چرا از دست زیر دست تو جانور در زیر دست یک جانور دیگه بره؟ افغان که اولاد تو رو خوش نمیکنه. با خدا فرشته افغان باشه وقت اولاد یک کس دیگه باشه میگه از من نیست. دروغ میگم خواهرا؟ وقتی که نمیتونی از خودت مواظبت کنی چرا زن میگیری؟ زنا که هر جایی میشه از دست شما هسته، الکلی میشه از دست شما هسته، چرسی میشه از دست شما هسته، سکریتی میشه از دست شما هسته. کدام دختر پاک دختر آباد میره سکریتی و چرسی میشه؟ بخاطر که شماها هرچی که ظلم میکنین ای تحمل میکنه ای دیوانه نباشه. ای دیوانه امروز اول باید زندگیش از شما جدا کنه، نه خودش دوچاری کدام مواد و الکل و خرابی و دیگه کنه، نه هیچ، جدا کنه خودش بگیره از شماها. میشنه تا وقت خوب پایش در تا کمر درونی لجن رفت باز می از پیشتان میگریزه. نکنی این کارا را با زنای افغان مثل امو تو که خودتان خوش دارین که یک زن با شما چه رقم رویه کنه، اونمو کار را با زنت بکن. زن تو اگه کالای تو را میشیه برده تو نیست، تو را دوست داره. زن تو اگه برای تو غذا پخته میکنه برده تو نیست، او وظیفش نیست، تو را دوست داره، زندگیش را دوست داره برادر من. زن تو اگه تو را احترام میکنه تو پدر مادرش را دو میزنی، یا مثال نمیتونه در پدر مادرش زنگ بزنه یا نمیتونه یک پیسه یک مقدار پیسه روان کنه برای پدر مادرش، ایده ای نیست که او از تو میترسه، او احترام تو را داره. سعی کنین زنا را انسان حساب کنین.
به خدا اینه میزنه که برو تو دایمی امریکا از کوهستان برو بیار، از کوهستان بیار که سلام علیک بلد نباشه. یک مادمی امریکا بشینه اونمو میفهمه. از چی میفهمه؟ تو که نمیتونی او را قلف کنی، مجبور هستی او را یکان دفعه بیرون ببری. مردم میبینه پیش رویش، میبینه که دیگه مردم چی تو را ویه میکنه کتا شوارش. زیادترین تان پیش از اینکه یعنی پایلوجای پاکستانی بیایه، پیش از این کلتان میگفتین زن زن افغان است، بریم از افغانستان بیاریم. اینجا برکت زن نمیشه. اینیاله که چند تایتان در دانتان خوردین که کت شپات زده در دانتان، کت چپلی زده در دانتان، یاله میگید زن زن باید از امریکا بگیریم، باید از اروپا بیاریم، از افغانستان نبیاریم. برای چی؟ برای که زنایی که اینجا هست شما دیدین که لوچ است و یا مثال در خودش میرسه، زنایی را که از اونجا میارین او وقتی که دید که تو در فرمان او نیستی، تو فقط از او استفاده میکنی، او هم انسان هسته، سگ که سگ هسته، پیشک که پیشک هسته، برش یاد میتن یاد میگیرن. اونا انسان اندازی هم هم نیست، اونا ما عملای خود تو را برداشته برادر من. منظور من امروز هرچی گب ما بود طرف تو برادر ما بود که در یونان کت زن در سر زن ظلم میکنی. البته من نام تو را نگرفتم، نباشن نام تو را هم دارم، بر من گفته بود بگیری هیچ مشکلی نیست، ولی نمیگیرم. و نام زن تو را هم گفته بود بگی مرا، از بس که ای خواهر ما که داستان اینا را روان کرد گریه کرد، گفت ما میخواهیم که می خواهر ما کتم شویش رسوا شود. گفت من نصف شب خواه هستم که بر من زنگ میزنه، خواهر جان مرا لد کرده، چیکار کنم؟ میگه دالم نمیگردم، نمیتونم هر روز ما دویده برم جرمنی، بازم اولاد پدرم هست، دلم میسوزه. یاله که بیخی دیوانگک جور کده او را بیخی دلم میسوزه. میگه ایران ماندم که چطور کنم؟ دمه این امیر را گفتن نامش را بگی که تمام مردمی همسایه هایش اینا را بشناسن، ولی من نمیگیرم. میدانم میفهم این چرا؟ بخاطر که من افغانا را میشناسم. افغانا چیزی جور میکنه دیوانه را دیوانه تر میکنه این مردم. به خدا این مردم، اتو مردمی داریم، اتو مردمی داریم نام خدا دور از خوبای ما باشه، نام خدا نظر نشن، در دو زدن نمبر وان هستن، در دروغ نمبر وان هستن. میبخشید در ای که خود خوب نشان بده، یک خواهر دیگه شا بد و بیرا بگه نمبر وان هستن. در پوف، پوف کردنی که هیچ چیز نداره، نی در مغزش چیز داره، نی در خانیش چیز داره، نی در حساب بانکیش چیز داره، نی قبولی داره این دمی کشورا که میه، ولی پوفش ببینی، پوفش ببینی میگی کی هست، ای کی هست این نفر؟ اتو مردم داریم ما. به خاطر همون من اینجا داستانه که میگیرم، خیلی ها مرا میگه که خواهر جان نام ببر، نام ببر، شوهرم رسوا شوه، نام ببر، کیورم رسوا شوه، نام ببر، بچه‌م رسوا شوه. امی خواهر ما که داستانش براتون گفتم روز مادر، گفت نام بچه‌م بگی. پیش خود گفتم این مادرش هست، اینا فردا با هم دیگه آشتی میکنن. درست است بچه‌ش جانور است، ممکنه آشتی کنن، ممکنه دخترایش آشتی کنه بشرمن، ولی خوب نیست که اینا را اونه او دختر است دیدی اونو میشناسی را داستان مادرش در سوشال میدیا در ویدیو برسایکو در یوتیوب اونا سارا داستان مادرش نشر کرد. اما تو مردم هستیم، جایی که بیاین درد درمان کنین نمک پاش میتین، جایی که بیاین دست یک غریب بگیرین سه تای دیگه را تیله میتین، میگه بان برم من خود من باشم. شما مردم، یک برادر دیگه ما از ما خواسته که درباره خدا گپ بزن، درباره حجاب گپ بزن و یکم سعی کو کمک کنی در افغانستان. برادر تو از کجا میفهمی که من در افغانستان کمک نمی کنم؟ من مثل کسایی نیستم که هر کمک در افغانستان بکنم رو در سوشال میدیا بیارم، چون پیسه که من کمک میکنم از من نیست. پیسه کسایی هست که کسایی کمک میکنن
و بر ما میگن، میگه خودت میفهمی که چی میکنی و ما اجازه را در خود نمیتونم که ما کسی را در یوتیوب بیارم بگویم ها اینی سایکو. امروز برای 15-14 فامیل من امروز غذا روان کردم، برای 15 فامیل من امروز غذا روان کردم، تو خبر نداری ولی من میکنم. ما کسی را بفهمم که احتیاج در کمک داره خوب کمکش میکنم، ولی کسایی که از ما پول میخواه تا ما آدرسش را میپرسم که کجا زندگی میکنی ما نفر داریم گم میشه. من خودم کمک نمیکنم، کسای دیگه هست که من اونا یک مقداری کمکی که میکنم من برای اونا روان میکنم. البته در هر جای افغانستان نفر داریم که میره خانه نفر میبینه، زندگیش میبینه، از کلان محلش میپرسه که احتیاج در کمک داره یا نه. کلان محلش میگه ها یک دکاندار هسته، آجی هسته، دیگه هسته، کمک میکنیم. خب و گفته درباره حجاب بگو. درباره حجاب قدر ملایا میگه که هم دانشمند پارا شدن بلا گلابروی کنوشان. من چون خود من حجاب نمیکنم اینی رو برای حجاب نمیگم. و گفته یکم از خدا بگو. من ملا نیستم برادر، معذرت میخوام. من اینجا آمدیم زن تو را بیرا کنم از پیش تو. و من چی تو آمده درباره حجاب میگم یا درباره ما میخوایم زن تو ملا از پیش تو طلاق بگیرم. به خدا اگه بتانم یک ملا را من بانم که کت زنش بشینم، کل زن ها اینا را از دست اینا را طلاق میتم، میگم برین کت یک بیدین آرسی کنین زن های ملا را. دیگه مردم را کار ندارم. اینمی هر زنی ملا را که من کت من خورخونده شم میگم جدا شو از این، جدا شو، به درد نمیخوره، برو کت یک بیدین یا غیری مسلمان آرسی کن. تو میایی دمه میگی که تو درباره حجاب بگو، درباره منظور ممی دو کلمه بود، او کلمه که از ما پرسان کردی برات جواب دادم که من کمک میکنم و کمک من اینجا نمیارم در نشان بتم در یوتیوب. نفرهایی دارم شاید یک وقت بگوین که ما اول ما اونا را گفتیم که کسی نگویه که کی کمک میکنه، چون شما ها میفهمین که هر کدام ما نام خدا قدر فامیل داریم. اگه فامیل ما بفهمه که کمک ها از طرف سارا است، امو در پیش در میدان هوایی هم باشه، امو جا میشینه، دکان هم باشه میشینه، میگم از خود ماست، کس دیگه حق ندارم. در خوبی نشد چوب گرفته میرن، اسلحه گرفته میرن، به خاطر امو نمیخوایم کسی بفهمه. برادر خو امیدوار هستم جواب تا گرفته باشی. خب عزیزان دل، خواهرای دوست داشتنی و برادرای محترم من، امیدوار هستم که داستان دیده باشین، ببینین مورد قبول شما قرار بگیره و برنامه آینده را اگه زنده بودم، اگه خرید رفتم که 100% باید برم، چون برای دخترم میخوایم لوازم امام بخرم بخیر که در خانهش میره، در آپارتمانش میره، و خیر برتان نشان بتم. اگه خریدم حتما برتان نشان میتم. دوستتان دارم، امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش آرام بوده باشید.